سلام بچه هم معتادم اسمم هم رضاست. سلام رضا. شب همتون بخیر. من اول بهتون بگم بچه ها، من از جنس خود شما هم. یه روزی، حالا یه تعداد سال قبل، منم یه روزی پیغام این برنامه من رسید، مستحصل و در و داغون و خراب، ریش و سیبیل بلند، علاوز روانی یه آدم تقریبا دیوونه، علاوز روحی خالی خالی، علاوز فیزیکی هم که وزنم شده بود 50 کیلو، در بود آقون با یه مش فکرهای کف خیابونی و خراب، بالاخره پیغام برنامه من رسید. من یادم الان بعضی بچه ها نوجوان ها رو میبینم حقیقتش قبطه میخورم، به خاطر اینکه من زمانی که پیک اول رو زدم یه همچین برنامه هایی نبود، حقیقتش اصلا کلن تو ایران نبود یه همچین برنامه هایی و هیچ کسی نبود که بخواد پیغام این برنامه رو به من بده و اون روزا من فکر میکردم چه چیزی پیدا کردم. یکی دوتا پیک میخورم، چقدر قشنگ موتور سوار میشم، چقدر قشنگ اون موقع من یادم باشگاه میرفتم، چقدر قدرت بدنی پیدا میکنم، چقدر فن بیان پیدا میکنم، چقدر قشنگ مخ یا فلانی رو میزنم و چقدر خوبه این داستان. هیچ موقع فکرشو نمیکردم. من یادم یه بار خدا بیامرز یکی از عموهام بهم گفتش که رضا این مسیری که تو انتخاب کردی تهش بدبختی و بیچارگیه. من حرفش رو قبول نکردم چون بدبختی و بیچارگی ندیده بودم، من استفاده میکردم و لذتشو میبردم و واقعا بهم لذت میداد. نتونستم اونجا حرفشو درک کنم که چی میگه. 18 سالم بود، 18 سالم بودش، انگار که هی انرژی بهم میداد، واقعا هم انرژی بهم میدادش. تو گفتم تو همه چی پرم میکرد منو. یواش یواش همه تو میدونید دیگه، من کمتر کسی رو دیدم که مثلا بتونه با دو تا چتر مشروب شروع بکنه رو همون بمونه. بچه هایی که مثل ماها، مدل ماهان و از این بیماری رنج میبرن همه میدونیم، همه اون با هم دیگه اگه بیملاحظه نباشیم همه اون اینو اقرار داریم که انگار کنترل دست خودمون نبوده و نیست. مال من هم همین جوری بود، کنترل دست من نبود. بعد یه مدت علاقه پیدا کردم به خاطر کششی که تو مسائل جنسی داشتم و شنیده بودم، باور کرده بودم که مواد سیاه قدرت بدنی میده، نمیدونم موتور دوم رو روشن میکنه، اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، کشش پیدا کردم نسبت به مواد سیاه و همونم بود، صادق بود. زمانی که استفاده کردم دیدم آره اون چیزایی که گفتن درسته و کار میکنه. اما واسه من به 8-9 ماه نکشید، چون افراط داشتم، به 8-9 ماه نکشید که یه جوری شد که دیگه اونجوری نبود که اون انرژی های اول رو بده و یه سره میگرفت. اما علاوه جسمی هی روز به روز لاغرتر شده بودم، میل به غذا رو از دست میدادم، نمیدونم همون چیزی که به خاطرش رفته بودم این مواد رو دست گرفته بودم، تمایلاتش رو از دست داده بودم، نمیتونستم کار بکنم دیگه، بعد دروغگو شده بودم، خیلی دروغ میگفتم و یواش یواش انگار که اون صفتهای خوبه که هر آدم معمولی، هر آدم خوبی باید داشته باشه یا هر پسر خوبی باید داشته باشه، این صفتها رو همان گرفت. منی که فکر میکردم هیچ موقع عملی نمیشم، منی که فکر میکردم خیلی زرنگیم، فکر میکردم چون ورزش میکنم هیچ موقع هیچ وابستگی به هیچ نوع ماده مخدری پیدا نمیکنم، اما یه توهم بود، یه دروغ بود. واقعیتش این بود که من خیلی زود وابستگی پیدا کردم و این وابستگی 17 سال از بهترین دوران جوانی منو از بین برد. حقیقتش یه بغضی بچه اومد تو گلوم. من دوست دارم به بچه ها، به همه تون تبریک میگم. من نمیدونم، شاید بعضیاتون شرایطی اینجا باشید، شاید بعضیاتون
نمیدونم به طریق های مختلف اینجا باشید، ولی یه آدمی که 20 سال خورده یه تو این برنامه هست و از دنیای شما اومده تو این برنامه و مونده، میخواد یه پیغام بهتون بده. مثل یه برادر کوچیکتر، همه تون برادرهای منید، چون شما درد من رو میفهمید، منم درد شما رو میفهمم. میخوام بگم بهترین تصمیم زندگیتون رو گرفتید. اصلا برنامه ما برنامه نصیحتی نیستش. من مال این حرفا نیستم که بخوام کسی رو نصیحت، ولی چون آینده شما رو الان دارم تجربه میکنم، به عنوان این آدم دارم تبریک میگم بهتون. میخوام بگم که منم یه روزی مثل شما، حالا اون موقع ها کمپ مپ نبود، من تو خونه به سخت ترین وضعیت 3-4 تا رفقام اومدن کمکم کردن، خیلی درد کشیدم، خیلی بدبخت کشیدم، ولی بالاخره از آب و گل در اومدم. سخت نگرفتم، مرتب و منظم جلسات رو رفتم شرکت کردم. به یه آدم به عنوان اون موقع که اصلا اینقدر غرور داشتم اسمش رو راهنمام نمیذاشتم، به عنوان یه آدمی که حالا یا علی مدد تو این برنامه میگن به یه نفر اعتماد کن، ما هم گفتیم همرنگ جماعت باشیم، به یه نفر اعتماد کردیم و اون اعتماده کار خودشو کرد. من هر شب مرتب و منظم جلساتم رو رفتم شرکت کردم. تو این دنیای به این گندگی من به هیچکی اعتماد نداشتم. یه نفر رو تو همین جمعای ساده، تو همین بچه های سینه سوخته به یه نفر اعتماد کردم. یه نفر اعتماد کردم، باها شروع کردم به درمیون گذاشتن احساساتم، هر چیزی که بود. اگه درد داشتم راجع به دردم صحبت میکردم، اگه وسوسه زدن داشتم راجع به وسوسه زدنم صحبت میکردم، اگه انواع و اقسام وسوسه ها که خودتون میدونید میومد. منم یه انسان بودم، یه آدم معتاد بودم، یه بیماری اعتیاد رنج میبردم و منم داشتم. اما اون مشارکت کردن با اون آدمه به من انرژی میداد که من بتونم شب با ظهر جلسه دارم و تو جلسه یواش 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 هم رنگ اون آدم ها بشم. آروم آروم شروع کردم به مشارکت کردن و فهمیدم که بابت مشارکت کردن اینجا به من پوان نمیدن، امتیاز نمیدن، پس لازم نیست دروغ بگم، لازم نیست تو جمع یه مش بچه های دلسوخته بگم من نمیدونم حسین رمضان یخی رو زدم، من ال کردم، بل کردم. خود واقعیمو به این بچه ها راجبش صحبت بود، این خیلی به من کمک کرد. راجب خود واقعیم هیچ خبری نی بچه ها. یه مش آدم هایی هستیم که من اعتقادم اینه که چکلغت بیماری اعتیاد خوردیم و میخوریم و چقدر رفقامون که تفلی ها روزیشون نشد و بین رفتن. من تو این برنامه تولد خیلی از دوستام رفتم، ولی متاسفانه تشییع جنازه خیلی از دوستام هم رفتم، دوستایی که مثلا دور از جون این جمع توی همچین جلساتی هم نشستن ولی شوخی گرفتن. بغضم به خاطر اینه، شوخی گرفتن. این برنامه بهبودی رو، این برنامه این که توش همه چی پیدا میشه، هر چی تو بخوای اگه یه خود رعایت بکنی، اگه یه خود گوش به حرف بدی، هر چی که تو بخوای توش پیدا میشه. من یه آدم مستصل بودم، درب و داغون، ورشکسته روحی روانی، تقریبا ورشکسته مالی، هیچکی هم دیگه منو دوست نداشت. چهار تا داشای من، انبازیای من بودن، به خدا دوست نداشتن با من بشینن مصرف کنن، چون دستم مال خودم نبود. یکیشون حواسش جمع میشد خود پرت میشد، دستم میرفت یه چیزی رو دلاره کنه. اصلا زبونم مال خودم نبود، کلم مال خودم، همه اینا مال مواد بود. به خاطر همین انقدر سوتی میدادم، انقدر خرابکاری کرده بودم، داشای خودم هم دوست نداشتن با من بشینن مواد مصرف کنن، هیچ کی منو دوست نداشت. ولی از زمانی که تو این برنامه ساده، یک روز یک روز اتفاقش افتاد. جلسات مرتب و منظم شرکت کردم، به یه نفر به عنوان راهنما اعتماد کردم. بعدها این آدم ها زیاد شدن، دیدم بابا آدم های قابل اعتماد زیادن اینجا که من راجع به
خصوصی ترین مسائل هم میتونم صحبت کنم و این آدما گنجینه رازداری هم. درسته هستن تو ماها مثل من که شاید اون قابلیت رازداری رو نداشته باشم، ولی مقصر تویی که نگشتی پیدا بکنی اون آدمی که قابلیت رازداری رو داشته باشه. و کلیدی ترین فاکتور این برنامه که همون انتخاب راهنماست و گوش دادن به حرف اون آدمه. راهنمای من به من میگفت فردا شبم بیا جلسه. آقا چشم، فردا شبم میرفتم. یه دیگه خود من غرور مرور دارم، یادمه که جلو یکی از جلسات جنوب شرق تهران به من میگفتش که حالا وایس آخر شب این فیتیل سیگارا رو جمع کن. آقا چشم. اولین باری بود که من چشم از ته دل میگفتم و میدونستم پشت این چشم گفتنه روزای خیلی خوبی هستش. هیچ موقع بچه من بابت این چشم گفتنه پشیمون نشدم. هنوز که هنوز راهنما دارم، راهنمای یه تعداد آدم ها هستم. همینجوری که آدم ها به من خدمت میکنن چرخشیه، منم خدمت میکنم به یه تعداد آدم ها. و حقیقتش این برنامه، راز این برنامه عاشق شدنه. عاشق شدنه، یعنی باید عاشق بهبودی بشی. اگه عاشق نشی نمیدونم چه اتفاقی واسه میفته. باید عاشق رضا میشدم. اول باید عاشق خودم میشدم تا بتونم عشق رو تو وجود خودم تجربه کنم، تا بتونم محمد رو دوست داشته باشم، تا بتونم دانیال رو دوست داشته باشم، تا بتونم رفقام رو دوست داشته باشم. من عشق رو تو این برنامه تجربه کردم. بیرون اینجا اصلا عشق واسه من سوء تفاهم بود. عشق رو تو این برنامه به من یاد دادن. عاشقی رو تو این برنامه به من یاد دادن. رفقای من باید عاشق بشی. اگه نخوام زیاد کتابیش کنم، عشق رو که همه تون تجربه کردید، هم بارها و بارها من میدونم کلمه عشق رو تجربه کردید. عشق رو تجربه کردید. تو این برنامه باید اون عشق واقعی رو پیدا بکنی، عاشق بشی. عاشق بشی در رو با میشه اصلا. اصلا یه کسایی سر رات قرار نمیرن، یه اتفاقای مدلی، این مورهای شطرنج مدلی چیده میشه که تو مسیرتو پیدا بکنی. هیچکی هم نمیتونه جلو تو رو بگیره، کافیه تو عاشق بشی. رمز این عاشقی هم اینه که تو زمانی که اینجا، از همینجا اصلا سکوه پرتابه دیگه، از همینجا شروع میشه. حالا که فرصت پیدا کردی یه خود یه تایمی از روز فکر کن. فکر کن ببین کجایی، ببین چرا اینجایی، ببین آیا این چیزایی که میشنوی راجع به بیماری اعتیاد آیا در مورد تو صادقه، یا اینکه نه تو با ما فرق داری، اشتباه اومدی اینجا. چند بار تو حالا یه همچین مراکزی رفتی؟ دلیلش چیه؟ این فکر کردنه شک نکن بهت جواب میده. راجع به اینی که من چرا اینجام، چه اتفاقایی افتاد تو زندگی من که من سر از اینجا، من این کارو کردم و راجع بهش بارها و بارها نوشتم، هنوزم دارم مینویسم و به آدمایی هم که کمک میکنم این پیشنهادو میدم، این کارو میکنن و جواب گرفتن و داریم جواب میگیریم. چقدر دیگه من وقت دارم؟ آره 20 سال و 8 ماه و تقریبا 5 روز پیش. اینی که میگم بچه ها اصلا پوز دادن نداره، یه وقت خدا نکرده چون تازه اومدید تو برنامه، یه وقت فکر نکنید مثلا مدیر کم یه آدمی آورده اینجا که مثلا پوز بهبودی شو بده. خدا شاهد نه، من دیدم آدمایی که بذار قسمت بعدش، من دیدم آدمایی که آدمی که تو 18 سال پاکی مراقبت نکرد فرداش اومد اعلام کرد که در عذاب. به خاطر این میگم اصلا پوز دادن نداره. منم نیومدم اینجا پوز بدم، مالم به این بچه سر بزنم. وظیفم دونستم به عنوان یه آدمی که تو این برنامه هستم تجربه هم راجبش با شما در میون بذارم. هر کی هم برداشت استفاده کرد دمش گرم، اونی هم که قضاوتمون کرد بازم دمش گرم، نمیدونم اونی هم که گوش نداد بازم من دوستش دارم.
چون درک میکنم، چون خودم هم این روزای اول رو داشتم. شاید بی‌حوصله باشی، شاید نمیدونم دلتنگ بیرون باشی، شاید نمیدونم خیلی مسائل تو کلت باشه که اصلا تو حوصله این حرفا نباشه. کارت درسته، همون جایی هستی که باید باشی. اصلا هیچ کسی تو رو سرزنشت نمیکنه، دقیقا همون جایی هستی که باید باشی. اما بچه ها زندگی بهبودی خیلی باحاله، خیلی باحاله، باحالتر از اون حرف هاست که نمیدونم در به در نمیدونم مواد و خماری و گیر کردن و حرف بازی و چاقو خوردن و نمیدونم تصادف و تو توهم فلان و این ور زندگیش خیلی باحاله. من انقدر خوشحال میشم بچه ها رو میبینم، مخصوصا بچه های تازه وارد و بچه هایی که میبینم دوباره برگشتن، دوست دارم بگم ولی اسمشو نصیحت نذار، اسمشو از اون وسط قلبم عشق بذار. یه مدت بمون تو این برنامه، یه مدت عشق و عاشقی رو تجربه کن، یه مدت بهونه هایی که میخواد تو رو باز دوره برات داره ببرت پیش رفیقای مصرف یا پیش ساقی، یه مدت اون بهونه ها رو جلوش بگیر. از طریق راهنما، از طریق مرتب و منظم جلسه رفتن، از طریق کتاب خوندن، یه مدت این بهونه ها رو بگیر، ببین چه اتفاقی میفته. اگه اتفاق بدی افتاد بیا همینجا فوششو به من بده، یا برو نمیدونم یه دونه این گوشی ها روشن کن تو دنیای مجازی بگو رضا به من، به من میگن رضا پرسکا، بگو رضا باید شد من بیچاره شدم، بدبخت شدم. ولی اگرم برد کردی، اگرم مثل ماها روزای خوب و دیدی، با خودت از الان قول و قرار بذار به بچه های تازه وارد بری عشق بدی، بری با بچه های تازه حال کنی، بری تجربت و با بچه های تازه در میون بذاری. یکی مونم نمیریم یه نفره، یه خانواده مونم داغدار نشه یه خانواده. همه تو میفهمید من چی میگم بچه ها؟ کسی هست که نفهمه من چی میگم؟ همه تو میفهمید من چی میگم؟ اگه تو کمک کنی که یه خانواده بچه‌ش رو از دست نده، یه خانواده هممون رفیقامون رو از دست دادیم تو فامیل تو خانواده به خاطر بیماری اعتیاد. من اعتقادم اینه اگه اینجا نشستی قراره از طریق تو یه سری بچه ها نجات پیدا کنن. این روزی رو از خودت نگیر. من تا امروز اینو از خودم نگرفتم و بارها روزیم شده که باشم کنار بچه هایی مثل شما باشم و دو طرفه بوده، یعنی کمک دو طرفه بوده. هر موقع که من رفتم با یه تازه وارد نشستم صحبت کردم، تازه وارده بدون اینکه خودش بدونه به من کمک کرده، با گفتگوهایی که راجب اجزاش کرده، راجب بدبختیاش کرده، بدون اینکه خودش بدونه به من گفته رضا حواست جمع کن، گول تعداد سالای پاکیتو نخور، اگه غفلت کنی باید مثل من بیای، اگه قسمتت بشه یکی گوشتو رو بگیره بیاره به عنوان معرف، شروع کنی نقطه از سر خط شروع کنی. اون تازه وارده اینجوری به من کمک میکنه و علتی که من امروز اینجا 50% این بچه هست، 50% خودم هم که بیام ببینم. یادم نره، یادم نره چه سرزمینی اومدم، چه بلاهایی سرم اومد، چه بدبختی هایی کشیدم. یه جوونی که چه میدونم، میدونم همه تون تو یه تایمی با ورزش کردید، یه جوونی که عشق دوشک کشتی و عشق قهرمانی و این حرفا رو داشت تا یه مقطعی هم رفت، یه دفعه به خودش اومد دید داره چرت میزنه، داره چرت میزنه و اون همه توانایی ها، اون همه قدرت بدنی، اون همه من میدونم من میتونم، همش ترت شد رفت و چند گرم ماده مخدر تمام اختیار زندگیشو گرفته تو دستش. من دوباره بچه ها الان که خیلی خوشحال شدم، فوق العاده انرژی مثبت اینجاست، میخوام بگم نمیشناسمتون ولی پاره های بدن منید، فوق العاده دوستتون دارم. کاشکی که فرصت داشتم نمیدونم با تک تکتون میشستم خوشوش میکردم، حال میکردم، داستاناتون رو میشنیدم. فوق العاده به من انرژی دادید، همین که سکوت کردید. ببین
یه معتاد، یه چیزی که ضعف داره دیده شدنه. شما امشب به منو دیدید، کمک کردید من دیده بشم، یعنی با هم دیگه پچ پچ نکردید، همه توجهتون رو دادید به من. دم همتون گرم. منم سعی میکنم اگه فرصت مشارکت شد منم همه توجهمو به شما بدم. خیلی ممنونم بچه‌ها.